خب دوستان، لطفاً با دقت توجه بکنید. یک چیز خیلی جالبی پیدا کردم و هنوز ندیدمش. اینجا دفتر دستک گذاشتم چون این موضوع تخصصی من الان دارم روش کار میکنم، مسئله اسرائیل و اینا. روی این مسئله بدون اینکه ببینم، همینجوری به صورت کارگاهی میخوام نکاتش رو بنویسم، در موردش صحبت بکنیم. برای کسایی که این فرد رو نمیشناسن، این شخص، و یه اعتراف بزرگ بکنم، همین الان که داشتم این سیستم رو درست میکردم به ذهنم رسید، من اولین باری که رپ شنیدم در زندگی صدای این شخص بود، این شخصی که دارید در تصویر میبینید. سال 86 مثلا من دبیرستانی بودم، یکی از دوستانم در عراق در مدرسه اسمش ارسلان بود، یه امپیتری پلیر داشت، این یه آهنگ داشت، آهنگا واسه موقع همش مثلا چیز بودن، یه شهرام کاشانی و اینجور چیزا بود، بیشتر منصور و اینا بود در اون زمان ما، مثلا گروه آریان و اینا هم اومده بودن تازه، مثلا پاپ بود به طور کلی. توی ماشین این توی اتوبوس داشتیم از مدرسه برمیگشتیم، یه چیزی برای من پلی کرد، گفت اینو ببین چه جوریه. بعد دیدم که یک شخص آهنگ چیز بود، هیچ وقت یادم نمیره، یکیشو نمیتونم بگم، ما فلان این، بعد تو تابستون فلان، یکی این بود، یه ترک دیگه هم چیز بود، با سامان داری تریپ کل داری، آها پس داری به جهان دیس کرده بودی شخص دیگه ایو. بعد هنوز نمیدونستم چیز چیه، گروه زد بازی چیه، این بود. بعد موند و بعد دیدم گفتم آقا این چه فوش میدن، این چی سبکش، ولی خیلی دینامیکش باحال بود، اینکه کلمات مفاهیم به این سرعت داره انتقال پیدا میکنه، حالا مفاهیم مثلا خیلی ساده، خیلی ساده، ولی خب چاقال مثلا اینجوری خیلی دینامیک جالبی داشت. خب مثلا اون زمان هنر برای چیز نبود که، در واقع برای اتفاقات سوشال نبود. چند وقت گذشت و این شاید یک دو سال بعدش بود، من متوجه شدم که یه آهنگ دیگه سینه موقع دیگه دیدم خیلی پیشرفته تر شدن. دفعه دومی که من بیشتر آشنا شدم با رپ، یکی سی خانومی بود مثل پانی، همین چیز عمیقی، اونها فید شدن، اون اصلی ها فید شدن، این نسل یکی ها خیلی هاشون موندن، افرادی بودن مثل اینا، اونها همه رفتن کنار، حالا به هر دلیلی که بود. بعدش من چیز دیدم، همین هیچکس با این آهنگ خونده، اون دیگه حفظ شده بودم دیگه، با هم دیگه آهنگ فیت با هم دیگه آهنگ منتشر کرده بودن، خونده بودن، اون بود. الان توی ذهنم نیست، ولی به هر حال یعنی من اولین چیزی که در رپ شنیدم به زندگیم این بود. ولی اینو میخواستم بگم، بعدن که آشنا شدم با گروه زد بازی که حالا بعدن بزرگ شد و فلان تعطیل شد و هر چی شد، اصلا هیچ وقت خوشم نمی اومد از چیز، ببخشید اگه طرفدار نشون دارن میبینن، زد خوشم نمی اومد از ایشون در گروه زد بازی، که نبود اصلا، چندین سال نبود و بعد پیشرو میگفت من سامانتون رو این کار کردم، رحم مثلا تو مراسم بود زنگ زدم، اون کارش اصلا صحیح نبود و فلان که این کارو کرده بود، یا حالا این به هر دلیل رفت بود نبود، ولی به حال من زیاد مهم نبود برام که ایشون نیست، مثلا افراد دیگه شون سیجل نه، ولی اون دو تای دیگه رو بیشتر مثلا کارشون دنبال میکردم. یعنی منظورم اینه که اصلا همیشه یه دید منفی دارم نسبت به ایشون تا موند. ولی در یک پادکستی با مرهیدن 4 سال پیش ضبط کرده بودم، من داشتم ایشون یو اف سی هم دنبال میکنه، خیلی خوشحال شدم چون این چیزهای مورد فن پدیده مهم مورد علاقه من در این جهان یو اف سی است، مسابقات میکس مارشال آرتس، های رزم ترکیبی. بعد دیدم که خب میگه پرسنالیتی جالبی داره، یه آدمی که مثلا بچه اینا ریچ کیت مثلا چیزن دیگه، کسایی که میخوام از چیزشون بکنن در واقع منفی در موردشون بگم، میگن اینا مثلا بچه پول دارن، باباهاشون کار بکنن، اینا میخورن، دست کار نمیکنن و فلان، چیزی نداره، مسئله نداره از اون جهت، خب که حالا ریچ کیتس هستن یا نه از دید من. ولی دیدم که پرسنالیتی جالبی داره، یک شخصی که مثلا بچه پولدار و مثلا باقش خصوصا کارخونه دار بوده و حالا رپر و ولانه، مثلا به یو اف سی هم علاقه داره. خودمون تو تا همین دیروز علت این که من این ویدیو رو سوگاه میدم که در واقع من این چند روز انقدر تو این خبرهای همه سایت های عربی و
انگلیسی و همش هستن. اینستاگرام زیاد فرصت نکردم برم، چون اینستاگرام اصلا بازاری محتواش خبریه، چیز مهمی نیست، به شما چیز خاصی الان نمیده، شما رو بیشتر منحرف میکنه با پستای من درآوردی و اینا. خب این چند روز افراد میدونن که اگه در آپارات دارید میبینید که همه جا هست، همین تو همینجا که میبینید هست، اما اگه در یوتیوب دارید میبینید، این چنل که دارید میبینید نوشته آرت، صرفا برنامه حواشی خواننده ها و هنرنا رو دنبال میکنیم، خیر. اما یه کانال دیگه ای هست در یوتیوب، همینی که اینجا نوشته به همین اسم من که کامل نوشته شده، اینجا چند روز دارم تخصصی روی موضوع کار میکنم که اصلا علت این که من خودم شخصا مخالف هستم با رژیم صهیونیستی آمریکا اسرائیل در واقع چیز، این اصلا موضوع سیاسی هم نداره ها، صرفا اصلا به همین خاطر من این پرچم اصلا آوردم پایین در این ویدیو، این اصلا از دید reasonable mind، ذهن معقول انسان قرن 21 دارم در این مسائل رو میپردازیم. در دو تا اپیزود شما پیدا میتونید بکنید اینو، بشه آیا از جنگ چیز خوشحال باشیم یا خوشحال نباشیم. حالا چند تا اپیزود شده هم چند تا دیگه مونده، دیدم که آقای دیدم که در کانال های مثلا بی سیم چی مدیا و اینا، همین اینو میخواستم بگم، از اینستاگرام خبر نداشتم، دیدم که در تلگرام ویدیو ایشونو گذاشتن، نوشته که سام ویلسون رپر معروف یک دقیقه به صورت اقناعی دلیل نجس بودن اسرائیل. من هم دفتر دسته خوبی همین گفتم که آقا این دفعه نجس بودن چرا باید صحبت کرده باشه، نجس بودن اسرائیل و دشمن ذاتی آن با ایران، این خب قطعی، دومی قطعی است. من همون ویدیو قبلی هم همون بهش پرداختم که هم مسئله تاریخ تمدنی داره و هم جغرافیایی و غیره که حالا موضوع ما نیست. لزوم دشمنی هر ایرانی برای نابودی آن توضیح میدهد. بعد در توضیحش گفته که، بعد در ادامه گفته قطعا اثر همین یک دقیقه بر خلق الله بیشتر از بیانیه های آقایان و کارشناس فلان این دیگه، حالا مثلا این چیز نیست، یه خواهد توهین آمیز بوده، کانالی به اسم مکشوفات. خب حالا کاری نداریم، این بر من جالب شد اینجا بیام، اصلا خدا میدونه همین چند ثانیه اولش فقط پلی کردم دیدم کپی رایت داره، صدایی هست، گفتم که بذار جد رکوردش بکنم، اگه چیز بود صداش رو حذف کنیم، من اگه موزیک داشت. ولی خب الان من یه بار کامل پلی میکنم، چند دقیقه است، 1:30 دم چیزی یادم نمیاد در مورد ویلسون نگفته باشم. یه چیزی بگم، خدا وکیل اینو دقت بکنید، اینجا شما در همین اگه در یوتیوب دارید میبینید کانالی که مربوط به آرت هست، در آپارات بعضیشو نمیبینید، چون که اینا چون قوانین اجازه نمیداده فقط در یوتیوب منتشر کردیم. خیلی شما میتونید مراجعه کنید، این هر گزاره منو دقت بکنید، آرتیست ایرانی متاسفانه دید درستی نسبت به مسائل سیاسی او تو دیفالت پوزیشن اینه که ندارد. آرتیست ایرانی دیفالت پوزیشن این است، این پیش به طور پیشفرض باید در نظر بگی که آرتیست ایرانی دید درستی نسبت به مسائل سیاسی ندارد. به همین خاطر اینقدر چرت و پرت میگن بعضی وقتا، میگن ابیو میارن در مورد جنگ اوکراین نظر بده، اصلا یه چیزایی میگه برگ از برگ آدم میریزه، حیرت میکنی. مثلا خانم شهره میاد انگار مثلا اینا من نمیدونم الان ممکنه اتامینم باشه و مثلا داینامیت بشه مسئله که قاید دیفالت پوزیشن در مورد آرتیست ایرانی این است، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. حالا من این چیز جالب به شما بگم، اینا این گروه آقای دوستانش خدا اینا، من اینا افراد باهوشی میدونم و اینا با تحتلو پیش رو اینا خیلی متفاوتن، اینا همین چند سال هم خیلی مواضع سیاسی داشتن. پارسال در اتفاقات اوائل پارسال پاییز سال قبل، خب به حال اینا یه سری فن دارن و به حال باید نسبت مسائل اجتماعی با دقت مسائلشون رو در نظر بگیرن، ولی این که اینا در ایران هستن، این نکتهش هم اینها، اینا در ایران هستن، در ایشون مثلا خودش فکر کنم سورمیشی فکر کنم کافه داره و یه همچین چیزهایی، این هم فکر کنم بیزینس داره، نمیدونم، ولی خب در ایران هستن. همین این که اینا میتونن، این واجد اهمیت دوستان، اینه دیگه. آقای داره بعد مدرسه های لندن اصلا با هم آشنا شدن، مدرسه های تابستونی که بولدارای شمال تهران بچه هاشون قدیم مد بود میفرستادن لندن، مثلا مدرسه سما بودم در عراق، اون زمان مثلا گفتن آقا تا پیش دانشگاهی میتوانید برید در لندن، باید آکسفورد اونجا. خب مثلا من نمیتونستم برم که،
ولی مثلا اینا میتونست اینا تا اون زمان مد بود بچه‌هاشون رو میفرستادن، اینا رفتن اونجا. و اینو میخوام بگم که سام ویلسونی که در لندن زندگی بکنه براش مثل آب خوردنه، ولی در تهران است این همه سال. سهراب ام جی همینطور، مرتیدن همینطور. این نشون میده که در واقع ذهنیت اینا نسبت به مسائل مهم در جهان مثل مسئله که الان هست میتونه متفاوت تر باشه. فکر میکنم در تونستم منظورم رو در لفافه بپوشورم. یعنی آدم های باهوشی هستن، یعنی دیفالت پوزیشن و ایشون میتونه الان گیم چنجر باشه، در واقع بیاد با ما رو بتونه اقناع بکنه که آرتیست ایرانی میتواند در واقع در واقع مسئله سیاسی مظاهرات درست، نه سیاسی، سیاسی که پیچیده ترین چیز این جهانه، مسائل اجتماعی ساده نظرات درستی هم داشته باشد. اوکی، پس اینکه آقا آرتیست ها هرچی میگن اینا مثلا احساساتی هن یه چیزی میپرونن میتونه غلط باشه. حالا ما این فیلم رو پلی بکنیم، زیاد صحبت نکنم، ببین چی گفته بعد مفصل هر گزاره‌ای که گفته من الان مینویسم استوبش نمی کنم که حالا شاید اینا به ما استرایک بدن، اشکال نداره در یوتیوب. حالا ببینیم چی گفته، چه ویدیو حرفه‌ای هم داره. بذار همینجا آنالیز بکنم. تیشرتش معمولی، رنگش هم خیلی چیز نیست. لوسترها چیه اون بالا؟ اینجا بکنم مثلا لابیه مثلا خونه شون نه کامره واکنش سامان فامیلیش نوشته رفعه ایرانی به اتفاق. ای بابا این چیه؟ ضد جمهوری اسلامی هستن رو میفهمم، ولی طرفدارای اسرائیل رو نمیفهمم. آها، خب من فکر کردم پیام ویدیوییه. اینو بگم میشه تو در کلاب هاست، در کلاب هاست میومد اونجا، فضای کلاب هاست خیلی تاکسیک و فجیعه. اینا میرن اونجا آدم ها رو نمیشناسن، ما ها میشناسیمشون، میرن اونجا و فکر کنم صوتی در اونجا هست. چی هستیم ما؟ دوستان این حمله کنم به ما؟ من فکر کنم یه سری من که ضد جمهوری اسلامی هستن رو میفهمم، ولی طرفدار اسرائیل رو نمیفهمم. اوکی، من چی هستیم ما؟ دوستان این حمله کنم به ما؟ من فکر کنم یه سری موشک نقطه زنه که بسیج سپاهی میزنن، شما ها زندگیتون سر جا میمونه. چجوری حساب کردین؟ فکر کنم تو سال 3033 دارین زندگی. کاش خود کندش بکنم، اسپید نداره. اگه میدونستم اینجوری فایل دیگه ای پیدا میکردم. اسپیدشو نمیشه کاریش کرد. یه سری موشک نقطه زنه. مثلا پول چی هستین بابا؟ دوستان این حمله کنن به ما؟ مثلا یه سری موشک نقطه زنه که بسیج سپاهی میزنن، شماها زندگیتون سر جا میمونه. این صدای سام ویلسون هست البته. چه حساب کردی؟ یعنی تو سال 3033 دارین زندگی می‌کنین، سال 2023 است. بذار به اونها یه چیزی بگم. اسرائیل توریست شد 0 تا 10 سال آینده. آره آره، این ویلسون. توریست شو این خودشه. کسی پا اونجا نمیذاره. 2023 است. بذار به اونها یه چیزی بگم. اسرائیل توریست شد 0 تا 10 سال آینده. کسی پا اونجا نمیذاره. رد زون. یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی چجوری حساب کردن؟ فکر کنم تو سال 3033 دارین زندگی می‌کنین، سال 2023 است. بذار به اونها یه چیزی بگم. اسرائیل توریست شد 0 تا 10 سال آینده. کسی پا اونجا نمیذاره. رد زون. این از این شرکت های سرمایه‌گذاری خارجی نمیرن اونجا دیگه. کارهایی که قرار اونجا بود بشه، ساخت و ساز و اینا، فعلا توقف. خیلی چیز جالبی داره میگه. جنگ الان اونجا. حتی اگه پیروز بشن، اونجا کار متوقف شد. حتی اگه ما قوی نشدیم، حریف خیلی. ببین چقدر کات پردیکشن جالبی داره میکنه. اصلا برگام چیز شد واقعا. پاییز شد. میگم من عقیدم اینه. من این وریام. من این شکلیام. من دوست دارم ما بریم جلو. کسایی که دوست دارن اونا بیان جلو بمبارون کنن، رو سرمون داغون میکنن، خوردن میکنن. واسه اون بعد. ببین آخرین داستان چی میشه بالاخره؟ یا نتیجه میرسه یا نه؟ عمر آدم 70 80 ساله. میبینیم دیگه بعدش. ولی من تا تاش واسه دادم. من عقیدمو تغییر نمیدم. بالور میریزه، بریزه. طرفدارش همیشه کم میشه. من دارم میگم جنگ فوتبال نیست، نتیجهش با عدد مشخص بشه. پیروزی خون در شمشیر هم یک پیروزی بزرگه. برای همین من همیشه طرفدار فرهنگ حسین، فرهنگ ابوالفضلم. گفتم که همون من این شکلی ام. با اینکه خیلی ام عرق خورم، خیلی ام قمار بازم. دارم میگم همینه. من از اول این شکلی بودم. من اصلا من از بچگی اینطوری بودم. من اون چیزی که یاد گرفتم تو مغزم بود اینطوری بودم. من جلوی استکبار وای میستم. من خب این شو استدلال که این قسمت اولش پس این شو دو بخش داره. من فکر کردم الان به صورت ویدیویی میخواد صحبت بکنه، یه مطالبی بگه. خب نه، اینجوری نبود. ایشو قسمت اولش یه پردیکشنی کرد، در واقع گفتش که به نظر میرسه، به نظر ایشون که این اتفاقات که الان هست در اسرائیل باعث شد که توریست اونجا دیگه تعطیل بشه، شرکت ها تعطیل بشن و اینکه اوکی. بعدش دیگه داره میگه که بعدش داره میگه که من بس بشه، پیروزی خون در شمشیر هم یک پیروزی بزرگه. برای همین من همیشه طرفدار فرهنگ حسین، فرهنگ ابوالفضلم.
من از اول این شکلی بودم. من اصلا من از بچگی اینطوری بودم. من اون چیزی که یاد گرفتم تو مغزم بود اینطوری بودم. من جلوی استکبار وای میستم. من موافق نیستم با اون سیستم. من موافق سیستم حکومتی یه عالم آدم به روی یک دنیا نیستم. برای همین کربلایی هم، برای همین آشورایی هم. آزاد یک ات آدم بر کل دنیا. استدلالی نمیکنه ها. این قسمتش که گفتش که من در واقع یه قسمتش چرا گفت من فرهنگ حسینی صحبت کردم. من عقیدمو تغییر نمیدم. فالوور میریزه بریزه، طرفدار کمشه کمشه. این خیلی مهمه ها، فالوور بریزه بریزه. الانم دعوای محسن برهانی ام یه ویدیو میخوام درست بکنم. اینکه الان مسئله اینه که سلبریتی ها بیشتر نگران فالوورشون هستن که مثلا وسط بازی میکنن. من دارم میگم جنگ فوتبال نیست، نتیجش با عدد مشخص بشه. پیروزی خون در شمشیر هم یک پیروزی بزرگه. برای همین من همیشه طرفدار فرهنگ حسینی. یا حالا این فایل یه جوری تقطی شده، سرعتش کم و زیاد شده به نوعی. من فایل اصلیش رو پیدا بکنم. این فرهنگ ابوالفضلم گفتم که همه بدونین من این شکلی هم با اینکه خیلی هم علاق خورم، خیلی هم قمارزم، دارم میگم همینه. من از اول این خب این که مانت و جمع عزیز دلم، هم میشون یه هم علاق خورم هم طرف برای من همیشه طرف فرهنگ حسینی. فرهنگ این مانعت و جمع قربونه. چیزی که یاد گرفتم تو مغزم بود اینطوری بودم. من جلوی استکبار وای میستم. من موافق نیستم با اون سیستم. من موافق سیستم حکومتی یه عالم آدم به روی یک دنیا نیستم. برای همین کربلایی هم. حکومت یک عده بر کل دنیا. خب این ممکنه فایلاشو پس و پیش شده. ما نمیدونیم الان در مورد آمریکا داره صحبت می‌کنه، در مورد اسرائیل صحبت می‌کنه. من به روی یک دنیا نیستم. برای همین کربلایی هم. برای همین آشورایی. آزادخواهی انسان‌ها رو می‌خوام. فراغت. آها این اوکی. این مانعت و جمع نیست. این که الان داره میگه اینکه من آزادی آزاد آزاد خواه آزادی هست، آزادی خواه هستم، این مانعت و جمع نیست. چون در مراسم اربعین هم من آقا فرد نشستم آتئید سوئدی هستن، اصلا کل خاورمیانه ای نیستن، مال اسکاندیناویان. اربعین میرن مراسم راهپیمایی اربعین، آتئیست هستن، آتئیست، نه که شیعه نیست مثلا حنفی مذهب نظر فقهی، آتئیستم، بودایی. یعنی من ویدیوهای منتشر کردم نشون دادم نوه گاندی اون اصلا بوده هندو هن، نوه نلسون ماندلا مسیحی هن. آزادی خواهی در واقع مانعت و جمع نیست. اما ایشون گفتش که من هیئت اون یه مقدار چیز فقهیشه، من نمیدونم از علما تا برای زشتی که دارم، ولی من باور دارم به اینکه این سیستم این برای دوستان یالا هر کی میخواد بگه. من خیلی خب ایشون در مورد دل صحبت دلیه، بیشتر استدلال نکرد، در واقع از دل صحبت کرد. دل که استدلال نیست که، آقا ببین دفتر دسته که اونو بزنیم کنار. من فکر کردم میخواد اینجا استدلال بکنه، ریزنی بکنه. نمازخون و دینی نیستم، ولی از نظر سیستم فکری خیلی نزدیکترم به این وقتا به شما احمقا. اینطوری سیستم صدا از تهران داره میاد، همین دسته که دارم باشون صحبت میکنم. آها اینو من نمی‌دونستم. خب نه ایشون به نظر میرسه، خب این ویدیو مورد انتظار من نبود. حالا اگه بتونم اصلیشو پیدا بکنم، این کجا بوده؟ فکر کنم کلاب هاوس بوده یا دیسکوردی جایی. اگه بتونم اصلیشو پیدا کنم قسمت دو اینجا هم خواهید دید. ایشون توی موقعیتی بوده که این حرفا رو زده. موقعیتش هم حالت دیفنسیو اگریسیو، خب، و آفنس داره میکنه نسبت به افرادی که احتمالاً یه چیزایی گفتن. ما نمیدونیم اونا چی گفتن، چه چیزایی گفتن، ایشون سنسیتایز شده یا فلان. تو حالت کامفورتبل، حالت آرومی نیستش، مطمئن نیست این راحت باشه صحبت بکنه. یه حالتیه که خب پس من الان بگردم اصلیشو پیدا بکنم. پس هیچی به هیچی. ما الان گفتیم اینجا کلی استدلال میاره، بعد میام اضافه میکنم به مسائل خودم، ببینیم که دید افراد مثلا چقدر شبیه من بوده. نه، ولی اون پردیکشنی که کرد در مورد آینده اسرائیل درسته. حتی اگه در این جنگ اسرائیل نابود هم نشه، اونجا دیگه هم اقتصادش داغون شد، هم مهاجرت پذیریش داغون شد، هم طرح‌های ژئو استراتژیکش تعطیل شد که قرار مثلا کوریدور ماریدار درست بکنه. سرمایه‌گذاری‌های دولتی جهانی و خصوصی جهانی هم هیچ استارتاپی دیگه نمیره اونجا شرکت بزنه. هیچ دولت خارجی مگر اینکه مجبور نباشه نمیره اونجا بخواد پروژه عمرانی برداره و سرمایه‌گذاری بکنه. خیلی تبعات زیادی داره براشون. این من باش موافقم و همین چیزی نداشت که با این دفتر دسته که اونم الکی آوردیم ولش کن. حالا من میگم اصلش رو پیدا میکنم، اگه شد اینجا قسمت اپیزود بعدی اینم درست بکنیم. انتظارم اصلا این نبود. چیز بیشتر از ایشون چیزتره ها،
سهراب. سهراب حتما میدم مصاحبه میکنه با رسانه ها، خیلی جالب. خب پس فعلا همین. آره دیگه، هیچی به هیچی. ولی خوب بود به هر حال، به طور کلی خوب بود، با اینکه استدلالش دلی بود، استدلال نبود دیگه. تهش گفت من اینجوری دلی این طرفم، چون آزادی خواه بودنش یه مقدار چیزه. ولی بعدش گفتش که آزادی خواه هم و یه چیزی گفت به علت یه کلمه علت گفت من منطق هستم، علاقه من به منطق هستم. گفت به علت اینکه دوست ندارم سلطه پیدا کنن یک عده به مردم جهان. حالا این مثلا منظورش اینقدر پیچیده است، منظورش مثلا در واقع لایه های مختلف مدیریتی پنهان جهان رو داره میگه، که میگن مثلا زهیونیست ها دارن جهان اداره میکنن، یا مثلا این صدا تختی شده بود، مثلا ایشون داشت در مورد آمریکا صحبت میکرد، در مورد مثلا شرکت هایی چند ملیتی صحبت میکرد، فرض بکنی صدا چسبیده بود به قسمت اسرائیلش. نمیدونم حالا از فعلا پس خدافظ تا اصلش رو پیدا کنم. اصلا چیز شدم، شکست خوردم، چون من الان اومدم اینجا فکر کردم ایشون میخواد بگی شماره یک به این دلیل، بعد اصلا کی گفت نجس. من این بعد اصلش پیدا کنم، اصلش پیدا میکنم. فعلا همین الان 22 مهر 1402 بود، روزه هشتم جنگ، بر 8 روز قبل بعد از اون هفته این موقع روزی بود که عملیات طوفان الاقصا گروه حماس از نوار غزه به طور حیرت آوری حمله کردن، اتک زدن به مناطق اراضی اشغالی در جنوب رژیم موقت اسرائیل. فعلا همگی همین، خدا نگهدار. اگه نظری هم دارید بنویسید. پس الان برم سراغ کی؟ یقی که آقای احمدی نژاد یکی بگیرم، یکی هم تو طرفداران رپ اگه دارن میگن دورچی هم یه مصاحبه کرده چند روز دیگه در موردش صحبت میکنیم. احمد نژاد اینا بگیرم، برهانی و خبرها رو برم آپدیت بکنم ببینم که چه خبرهای جدیدی اومده و همین. استدلال خودم اصلا بیام شب اینا شب. الان دو موضوع رو اینجا بررسی کردم، چند روز پیش چیزو گفتم به طور کلی، اون کلی بود، شهرستان بودم به طور کلی داشتم نظر میدم آیا با این موضوع مخالف باشیم یا موافق با حمله. با خدا وکیلی من یه آدم ساده هستم، این همه کار انجام دادم تو این موضوع، انتظار اینه که آرتیستی که 2 میلیون اصل کار اینستاگرام 2 میلیون فالوور داره اون بیاد این کار رو انجام بده. اگه آیه سامان بیرسون نظرت اینه، باید به بنیادی مسائل رو بررسی بکنی. من اون رفته شهرستان بودم، ساختمون بنایی داشتیم، سریع بودم ظرف 2 دقیقه از نظر سیاسی، جهانی، انسانی، مذهبی که بلد نبودم چیز کردم بهش نپرداختم، و ایرانی تاریخ تمدنی بهش پرداختم. آقا من یه فرد شهروند ساده چرا طرفدار فلسطین هستم در این جنگ و خوشحال هستم مثلا از حمله فلسطینی ها به اسرائیل. حالا اون کلی بود، الان به طورت اپیزودیک دارم میپردازم. الان دیشب در مورد اتنیک ها صحبت کردیم که آقا حکومت اتنیکی در قرن 21 سال 23 موجه نیست، جاستیفایش نمیشه کرد، که عقلانی نیست که حکومتی که مردم اون کشور بگن ما فامیل هستیم با هم دیگه. خب حالا یکی که فامیل نبود شهروند جهان انسانه، در این رو صحبت کردیم. اپیزودهای بعدیش میام در مورد چیز صحبت میکنم. من 7-8 دلیل دارم، این دلیلش هم اصلا هیچ سیاسی ارتباطی نداره، هیچ سیاسی ربطی نداره، مسائل تاریخ تمدنی و در واقع مدرنیتیه. فعلا همگی همین، خدا نگهدار.